سوال کردن که من فکر کنم باید متن سوال رو توضیح بدم یه مقداری که دقیقا سوال روشن بشه. سوال کردن که مولانا و حافظ نه فقط از دیدگاه شاعر بودن مورد بررسی قرار میگیرند، نه تنها شاعر هستند بلکه فیلسوف و حکیم هم بودند در زمان خودشون، و اینهایی که اینطور فیلسوف و حکیم بودند چطور میشه نکته های مورد نظرشون رو غیر دینی بررسی کرد، در صورتی که خیلی از ابیات در خود مثنوی دال بر آیات و یا احادیثی هستند. این اصل سوال هست که مطرح کردن. در جواب من خدمتتون عرض کنم که ما هرگز نه مولانا و نه حافظ رو از دیدگاه یک شاعر نگاه کردیم و ابیات رو هیچ موقع از نظر صنعت ادبی مورد بررسی قرار ندادیم. اگر موردهای استثنایی بوده، برای اینکه بسیار لطیف بوده، چون خالی از لطف نباشه مطرحش کردیم، ولی ما هرگز به این دو بزرگ از دیدگاه شاعر نگاه نکردیم، بلکه معانی که در زیر این ابیات پنهان بوده مورد نظر ما بوده. اما در این مورد که گفتید فیلسوف بودند، ببینید نه مولانا و نه حافظ، هیچ کدوم از اینها فیلسوف نیستند، با فلسفه کاری ندارن. نه تنها با فلسفه کاری ندارن، در خیلی جاها مستقیماً به فلسفه حمله می کنند. یعنی شما خیلی صریح می بینید در مثنوی، در داستانهای متفاوت، حتی در ابیات خیلی مستقیم مطرح می کنه که فلسفه راهزن هستش، فلسفه بیشتر شبیه تئوری هایی هست که میتونه در یه جاهایی درست باشه، در یه جاهایی غلط باشه، و مسیر اینها مسیر فلسفی نیست. حتما شنیدید، زیاد هم شنیدید، پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت و بی تمکین بود. اینها فیلسوف نیستند و هیچ وقت هم کسی اینها رو از نظر فلسفه و فیلسوف بودن مورد بررسی قرار نداده. یعنی شما اگه بخواید این نکته رو دقیق‌تر در نظر بگیرید، در زمانی که فلسفه ارسطویی بر تمام جهان داره حکومت میکنه، علل خصوص بر جهان اسلام، شما میبینید صریحاً مولانا میگه حکیمک اعتقادی کرده است. یعنی اینطور ارسطو رو مورد خطاب قرار دادن بسیار کار جسورانه‌ای بوده، چون فلسفه ارسطویی بر کل جهان و علل خصوص جهان اسلام حکومت مطلق داشته. ولی خب بعد از این مدتی دیدیم که نه، حق با مولاناست، این حرفای فیلسوفانه میتونه یه جاهایی خیلی درست باشه، خیلی غلط باشه، چون اینها پایه هایی نداره که محکم باشه، پایه استدلال داره و یه جاهایی میتونه به بیراهه بره. داستانی بود که این داستان رو ما خیلی دقیق هم مورد بررسی قرار دادیم در همین رابطه که ریگ در جوال کردن اعرابی، یعنی یه آقایی داشت میرفت، دید که یه عربی روی شترش دو تا لنگه بار انداخته، این ورش ریگه، اون ورش گندمه. گفت چرا اینجوری کردی؟ گفت برای اینکه میخوام توازن برقرار باشه، فشار نیاد به حیوان. گفت خیلی خوب، این ریگارو خالی کن، نصف گندم بریز این ور، نصف گندم بریز اون ور، تعادل برقرار میشه. اعرابی متوجه میشه که چه حرف بزرگی زد، ریگ ها رو خالی میکنه و این ور گندم میریزه، اون ورم گندم میریزه. بعد دیگه اینا با هم صحبت های متفاوتی میکنن که من شما رو رجوع میدم به اون داستان. در اونجا شما میبینید که اینها چقدر به پایه های فلسفه میزنن و چقدر ضریب خطا رو در استدلال های فلسفی بالا میدونن. حتما اگر تونستین به این داستان و
رجوع کنید. اینها فیلسوف نیستند، اینها عارف هستند. عارف فرقش با فیلسوف بسیار زیاده. من در داستان رومیان و چینیان که نقاشی می‌کشیدند، در این صحبت که صوفی چیست، خود مولانا به طور دقیقی بیان می‌کنه که ما کی هستیم و ما چی می‌گیم. رجوعتون میدم به همون داستان که صوفی کیست، به طور خیلی مفصلی راجع به این موضوع صحبت شده. پس ما مولانا و حافظ رو به عنوان یک عارف در نظر میگیریم و صحبت میکنیم، نه فقط و تنها شاعر بودن که مسئله خارج از صحبت های ماست. اما یقینا اینها فیلسوف نبودند. اینی که گفتید حکیم، بله حکیم میتونن باشند. بین حکیم و بین فیلسوف فاصله زیاده. من فکر میکنم که اشتباه از اونجایی برخواسته که در فرهنگ ما به طور یک غلط مصطلح جا افتاده که فیلسوف همون حکیمه. به بسیاری از فیلسوفهای ما حکیم گفته میشه، اما بین حکیم و فیلسوف فرق زیادی وجود داره و اینکه به خیلی از فیلسوفهای ما حکیم گفتن دلایل خاص خودش رو داره که اگر مجزا خواستید سوال کنید من خدمتون عرض خواهم کرد، از حوصله اینجا خارجه. اما نکته دیگه ای که فرمودین در رابطه با مسئله دیدگاه دینی به مثنوی، به مولوی و به حافظ، ببینید اینها دین نیستند. اینها صحبت‌هاشون هم روش دیگه‌ای برای پرده برداری از اسرار دینی نیست. اینها روش‌هایی هستند برای نجات انسان از دست خودش و این روش‌ها بسیار بدیع و تازه بوده و هنوزم تازه مونده. چون اگر می‌بینید در زمینه ابیات این بزرگان ما نتونستیم زیاد قدم‌های بلندی در درکشون برداریم، به خاطر همین گیر بوده که در خیلی از جاها اینها به صورت دین و پرده برداری از رازهای دینی مورد بررسی قرار گرفتن. این در حقیقت یک نوع تفسیر دیگه از دینه و اصلا همچون چیزی نیست. اگر به جاها، به نکته های دینی اشاره میشه، شما تندروی ها رو ببینید. ببینید در خود مثنوی جاهایی که مستقیما صحبت میکنه تو خودت شاهی، تو خودت وزیری، تو خودت عیسایی، تو خودت موسایی، اینها نکات دینی نیست. و میدونید در هر دینی پیروان اون دین هرگز نمیتونن به گرد پای انبیاشون هم برسن و این مستقیما انسان رو خود اون عیسی یا موسی یا دیگر انبیا مطرح میکنه. این تندروی ها باید یه جاهایی تعدیل بشه و الا نتایج خیلی سهمگین رو برای اینا به همراه میداشته. به همین خاطر آیاتی میاد، روایاتی میاد که این حرفایی که من میزنم زیاد مغایر با دین شما نیست. شما فقط رقم عرفای ما که در طول تاریخ کشته شدند به خاطر صحبت‌هایی که کردن رو در نظر بگیرید. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که پدیده‌های جدید که میان همیشه با مخالفت عموم روبرو میشن، چون عموم بر باورها و سنت‌های گذشته پافشاری میکنن. شما تا قبل از مولانا، یعنی مدت کوتاهی قبل از مولانا، عرفانی رو که میبینید حاکم بر افکار هست عرفان خوفیه، یعنی انسان باید از خدا بترسه، خدا به هر دلیلی که ارادش قرار بگیره میتونه انسان رو سهمگین مجازات کنه و ما در مقابل خدا اونچنان عاجز و ناتوان هستیم که فقط باید از ترسش
بر خودمون بلرزیم. شما از سرامدترین این افراد خود غزالی رو میبینید. غزالی میدونید سرامدترین هاست در علم فقه، در علم کلام و همینطور در مسیر عرفان روش خوفی رو داره و این حاکمه. حالا میایم میرسیم به زمان مولانا و مدت کوتاهی قبل از مولانا. یک روشی داره اجرا میشه، یک روشی داره بیان میشه به نام این که تو میتونی عاشق خدا باشی، تو به جای اینکه از خدا بترسی میتونی با خدا دوست باشی، میتونید با هم رابطه دوستانه و عشقی داشته باشید. پدیده بسیار بدیعه، همچون چیزی وجود نداشته. خب طبیعتاً مخالفت میشده و با اینها درگیر میشدن. اینها هم برای اینکه بتونن راه رو باز کنن برمیگشتن به متون دینی که آقا حرفی که ما میزنیم، اگر مسلمانی قرآنت هم گفته، اگر مسیحی انجیلت هم گفته و جز این چاره دیگه ای نبوده، نه به این معنی که اینها داشتن چیزی رو تفسیر میکردن. شما به محضی که میبینید نکتهی گفته میشه، نکات دینی گفته میشه، ده ها نکته خودشون رو بیان میکنن. در حقیقت روش اینها روش نجات انسان از دست خودش بوده و این کار دین نیست، و اینها روشی رو دارن برای اینکه انسان بتونه از دست خودش خلاص شه، از دست پدیده‌ای که اسمش رو نفس میذارن. و ما در خیلی از جاها به عنوان یک نماد اصلی به اسم فکر ازش نام بردیم. این نوع روش و این نوع پدیده ها اونقدر جدی باهاش مخالفت می شده که حتی خود مولانا میگه من اگر منصور حلاج زنده بود امروز منو به دار می آویخ. منصور حلاجی که به خاطر روشنگری ها، به خاطر خیلی از تندروی ها اون بلا به سرش اومد از طریق عامه مردم و خب مسائل دیگه، همون منصور حلاج اگر زنده بود مولانا رو میکشت، چون بسیار تند رفته و به قول خودشون چیزی که من رو زنده نگه داشت و من رو نجات داد عشق بود. حالا شما ببینید کسی که اومده و یک همچون مسئله‌ای رو مطرح کرده برای جریان انداختن این روش و این طرز فکر، دستاویزهای متفاوتی باید داشته باشه. به همین خاطر اینها نه تنها دینی نیستن، یک روش متفاوتی هستن و اون چیزی که تا امروز ما رو نگه داشته، علل خصوص در زبان پارسی که نتونستیم به عمق صحبت‌های اینها برسیم، همیشه خواستیم صحبت‌های اینها رو با صحبت‌های دینی تطبیق بدیم و این غیر ممکنه و این هیچ وقت نمیشه. در یه مواردی میشه و در خیلی از موارد نمیشه. باز اگر جواب کافی نبود ایمیل کنید، در خدمتتون خواهم بود.